و میهمان برنامه امشب ما یک روزنامه، یک جورنالیست صاحب نام و صاحب رأی و صاحب نظر است که شما حتما با ایشان آشنا هستید، البته از طریق صدایشان، و ممکن است بعضی از شما چهره ایشون رو ندیده باشید یا نشناسید، اما وقتی سخن بگویند بی تردید رادیوی پرشنونده و رادیوی پرشنونده اسرائیل در ذهن شما تداعی خواهد شد و در واقع میهمان ما آقای منشأ امیر، مدیر عامل، مدیر بخش فارسی رادیو اسرائیل هستند که سردبیری رادیو رو هم، بخش فارسی رو، به عهده دارن. رادیویی که بیش از همه، بیش از هر رسانه‌ای به مسائل ایران و معضلاتی که مردم ما در داخل کشور باش دست به گریبان هستند توجه داره. رادیویی که زندان بزرگی به وسعت ایران رو هر روز روی آنتن خبر میاره، خبرهای مهم رو. رادیویی که به روایت یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی نزدیک به 6 میلیون و شاید بیشتر هر روز شنونده داره و یا حداقل در بسیاری از اوقات تعداد شنوندگانش چیزی در حدود همین رقم 6 میلیون هست که عرض کردم. رادیو اسرائیل رو از طریق موج کوتاه و از طریق ساتلایت، ماهواره و نیز اینترنت میشنویم. بسیاری کسانی که دسترسی در داخل کشور به اینترنت ندارند، ساعت پخش پیشاپیش کنار رادیو می نشینند و به انتظار که بدونند که در سرزمینشون چه حوادثی روی داده و از آخرین خبرها و معضلات و مشکلاتی که در کشور جاری است آگاه بشن. آقای منشأ امیر، به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید. تشکر میکنم. شما خودتون یک جورنالیست صاحب نام هستید و در واقع آقای سوال پیچ هستید. ببخشید ما شما رو نشوندیم سر تاس، گوییم که بلد نیستیم تخته بازی کنیم. نه، خواهش میکنم. ولی و این گفتگو مشتمل بر 3 بخش هست که در چند هفته پیاپی شایسته شده برای شما از طریق کیبل انگلستان و یا از طریق و همچنین از طریق تلویزیون پارس، تلویزیون بین‌المللی پارس روی ماهواره پخش خواهد شد. آقای منشأ امیر، نخستین پرسش این هست که شما آقای منشأ امیر هستید، اما به راستی شما کی هستید، کجایی هستید و خودتون رو به چه ملیتی وابسته میدونید؟ این سوال نخستیست، ممکنه سوال خوبی نباشه، ولی بسیاری از بینندگان و حتی شنوندگان شما میخوام بدونن شما که اونچنون با احساس این خبرها رو پخش میکنید از رادیو اسرائیل و دلسوزانه در هر موردی سخن میگید، به ویژه در تفسیرهای روز شنبه چنان سخن میگوید که دقیقاً یک ایرانی دلسوخته درباره وطنش سخن میگه. این سوال رو نخست خواهش میکنم. من در درجه اول یک ایرانی زاده هستم. در تهران متولد شدم، در خیابان سیروس، در محله سرچال که محله یهودیان تهران بود، با فرهنگ ایران، زبان ایران خو گرفتم، رشد کردم. دبستان و دبیرستانم رو در ایران گذروندم
در سن 19.5 20 سالگی رفتم به اسرائیل برای ادامه تحصیلات دانشگاهی. علوم سیاسی خوندم در دانشگاه عبری اورشلیم. از همون هفته های اول در رادیو اسرائیل شروع به کار کردم و الان 42 ساله که من در اون رادیو مشغول کار هستم و با ملت ایران تماس دارم. بنابراین وقتی شما میگید که من کی هستم، من ایرانی هستم، من اسرائیلی هستم، من ایران رو دوست دارم و اسرائیل رو دوست دارم. اگه از نظر حساب بخواید بپرسید، من یک سوم از زندگی خودم رو در ایران گذروندم، دو سوم از زندگیم رو در اسرائیل. حالا شما تصمیم بگیرید. ولی شما در ایران متولد شدید. عرض کردم، یعنی همه جوانی و نوجوانی شما، شخصیت شما رو می‌سازه در ایران گذشته. بدون تردید، بدون تردید. من امروزم اگر بگید که از میان زبانهایی که میشناسم و صحبت میکنم کدوم یک رو تسلط واقعی دارم، زبان فارسی است. بیشتر مثلا کدوم ادبیات رو بهتر میشناسم، ادبیات فارسی است. با خلق و خوی کدوم ملت بیشتر آشنایی دارم، خلق و خوی ایرانی است. به کدوم ملت بیشتر گرایش دارم، ملت ایرانه. ولی دو سوم از عمرم رو هم در اسرائیل گذروندم. یهودی هستم، به سرزمین اسرائیل اعتقاد دارم، سرزمین اسرائیل رو دوست دارم و سرزمین اسرائیل رو هم وطن خودم میدونم. ولی شما فارسی رو در این 42 سال درست مثل کسی که در تهران داره زندگی میکنه خیلی خوب حرف میزنید و خیلی خوب به این زبان می‌نویسید. به خاطر اینکه این ایران و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی، این با من عجین شده، در من هست و هرچی بیشتر کار میکنم بیشتر میشه، قویتر میشه، محکمتر میشه، پابرجاتر میشه. شما پیش از این که شما خانم 42 سال پیش به اسرائیل تشبردید و از همون زمان همکاری رو با رادیو اسرائیل شروع کردید، پیش از آن در ایران آیا پیشینه کار مطبوعاتی و روزنامه نویسی یا کار در میدیا رو داشتید؟ آقای لقایی، من به دو چیز عشق می‌ورزیدم. یکی صنعت چاپ بود و یکی کار نویسندگی و روزنامه نگاری و ترجمه. در اون موقع من تلاش میکردم که زبان فرانسه رو در حد خوبی یاد بگیرم که بتونم کتابهایی رو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه بکنم و در همون حال هم علاقه داشتم که کار نویسندگی و روزنامه نگاری بکنم. این بود که شروع کردم با یادمه که اولین مقاله هایی که ترجمه کردم بردم مجله روشنفکر پیش آقای ناصر خدایار. یک نگاهی به قیافه من کرد، یک پسر جوان 16 سالم بود، فکر نمی کنم بیشتر بود، و گفتش که بسیار خوب، خیلی استعداد داری، باریکلا، و مقاله من رو چاپ کرد. من با روشنفکر کار میکردم، با بامشاد کار میکردم، با احمد شاملو که سردبیر بامشاد بود اون موقع، بامشاد کوچولو، کار میکردم. بعد به روزنامه کیهان رفتم و در روزنامه کیهان بودم تا روزی که به اسرائیل آمدم برای ادامه تحصیل. چه مدتی با شاملو کار کردی؟ من همزمان با چند تا نشریه در ارتباط بودم، مثلا با امید ایران آقای مرحوم صفی پور بودم، با بامشاد بودم، روشنفکر بودم، نشریات دیگر بودم، ولی بیشترین کار من در روزنامه کیهان تهران بود و بزرگترین مشوق من دکتر مصباح‌زاده بود که من رو دید و خیلی از اون علاقه‌مندی که من به کار داشتم و از اون تسلط آشنایی که به نشریات فرانسه زبان داشتم. من در اون سن تمام نشریات فرانسه زبان رو میدونستم، کدومش به درد کار ما میخوره، کدوم نمیخوره، از کدوم میشه مطلب رو
منتقل کرد، از کدوم نمیشه منتقل کرد، و این خیلی برای دکتر مصباح‌زاده جالب بود. با این همه علاقه به زبان فارسی و به مطبوعات ایران، چه شد که تحصیلات دانشگاهی رو در ایران دنبال نکردی؟ به خاطر اینکه در اون دوران شرایطی بود که نمیشد کسی که استعدادی رو داره بتونه اون استعداد رو کاملا شکوفا بکنه. بعدم من روح بسیار کنجکاوی داشتم، دلم میخواست که خیلی چیزها رو بدونم و فکر میکردم که اگر برم خارج از ایران و با دنیای خارج آشنا بشم، این برای من جالبتره، این به آموزش من بیشتر کمک میکنه و اون حس کنجکاوی منو بیشتر ارضا میکنه. اسرائیل رو انتخاب کردم به خاطر اینکه اسرائیل یک کشور جوانی بود، در حال پیشرفت بود، آزاد بود، خیلی آزاد، و شنیده بودم در وصف دانشگاه های اسرائیل و تصمیم گرفتم برم اونجا. و تصور میکنم که برای علوم سیاسی هیچ کشوری مثل اسرائیل نباشه، به خاطر اینکه تمام چیزها در اون کشور وجود داره و آزادی افکار مطلق هست و همه چیز رو میشه اونجا یاد گرفت. جب مشن، هدف از پخش برنامه به زبان فارسی در رادیو اسرائیل در نهایت چی هست؟ و آیا این برنامه رو ببینید که یکی از پرشنونده‌ترین برنامه‌های رادیویی هست و همچنین که در مقدمه عرض کردم نزدیک به 6 میلیون شنونده دارید شما، هدف دولت اسرائیل و اسرائیل و سازمان رادیو تلویزیون اسرائیل از اینکه برنامه به زبان فارسی پخش می‌کنند چی هست؟ چه منظوری؟ من اولا خدمتون باید عرض بکنم که رادیوی ما با بروی کار آمدن حکومت دینی در ایران و تغییر رژیم در ایران هیچ ارتباطی نداره. من 42 ساله اونجا کار میکنم، رادیو اسرائیل حدود 50 ساله که برنامه پخش میکنه، بنابراین با حکومت ایران ارتباطی نداره. رادیو شروع کرد کارش رو با هفته دو بار، هر بار 15 دقیقه، برای مهاجرینی که از ایران به اسرائیل می اومدن. در سال 1958 یا 59، یعنی حدود 43-44 سال پیش، این رادیو تبدیل شد به رادیویی که پل ارتباطی باشه بین ایران و اسرائیل. باید در نظر بگیریم که دو ملت ایران و اسرائیل دو ملت کهن منطقه ما هستند. یهودی ها 2700 ساله که با ایرانی ها در ارتباط هستند. بنابراین بسیار بدیهی است که دولت اسرائیل و وزارت خارجه اسرائیل میآیند و میگویند که ما این پل ارتباطی رو باید دوباره برقرار بکنیم. ولی باید توضیح بدم که الان حدود 25 تا 30 ساله که ما یک سازمان مستقل هستیم، یعنی نه با دفتر نخست وزیری اسرائیل ارتباط داریم و نه با وزارت خارجه اسرائیل. سازمان مستقل رادیو تلویزیون اسرائیل سازمانی است که هیئت مدیرش تشکیل شده از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعال رهبران احزاب مختلف، معتمدین و افراد سرشناس اجتماعی که اونها هستند که رادیو و تلویزیون رو اداره میکنن. از نظر مالی هم ما کاملا مستقلیم، یعنی یک اسرائیلی بابت تلویزیونی که توی خونش داره و رادیویی که توی خونش داره مالیات سالیانه میپردازه. علاوه بر این، رادیو و تلویزیون اسرائیل آگهی پخش میکنن، این دوتا جمع میشه و بودجه ما رو تامین میکنه. بنابراین ما کاملا مستقل هستیم و با دولت اسرائیل ارتباطی نداریم. البته همیشه هم مشکلات مالی داریم، همیشه هم بودجه ما کمتر از اون مقداری است که ما احتیاج داریم، ولی پارلمان اسرائیل که باید تعیین بکنه که هر سال شهروندان چقدر مالیات رادیو و تلویزیون بدن، خسیسه، نمیذاره که ما
به رفاه مالی برسیم و امکانات داشته باشیم. از هزینه خدمات شما رو به ملت ایران ملت اسرائیل میبرن. در واقع کاملا هر کس که تلویزیون و رادیو داره در اسرائیل. جب من شمیم کاری که رادیو اسرائیل میکنه و خبرهایی که داره پخش میکنه اینها تماما بیشتر اینها خبرهای دست اولی هستن و بعضی از این خبرها رو در رسانه های گروهی دیگه جای دیگه نمیخونیم یا نمیشنویم یا بعد از اینکه از رادیو اسرائیل پخش میشه میشنویم یا میخونیم. یعنی به کلام دیگر شما خبرهای دست اول پخش میکنید. منابع خبری شما کجاست و از کجای این خبرهای دست اول رو میارید؟ نه خواهش میکنم، نه بتون جواب میدم خبریش رو حفظ کنه ولی نه جواب میدم. سه چهار ماه بعد از انقلاب یک روزنامه نگار آمریکایی از کریستیان ساینس مونیتور آمد اسرائیل که با من گفتگو بکنه و از ایران آمده بود. گفتش که ببین من با آقای مهندس بازرگان که اون دوره نخست وزیر دولت انتقالی بود گفتگو میکردم و از رادیو اسرائیل خیلی تعریف کرد و گفتش که منابع خبری خیلی خوبی داره و مسلماً جاسوس داره در ایران و این جاسوس یهودی نیست، چون اسرائیل نمیاد یک یهودی رو به کار جاسوسی وادارش بکنه، این حتماً جاسوسه و حتماً باهاییه. اینطوری استدلال کرده بود مهندس بازرگان. من جوابی که به نماینده کریستیان ساینس مونیتور دادم به آقای ستار لقایی میدم. آقای لقایی، ما جاسوس نداریم در ایران، منبع خبری ما در واقع خود امکاناتی است که در داخل ایران وجود داره و در دسترس همگان قرار داره، حتی شما و دیگران. اون چه که ما داریم و ممکن است که ایستگاه‌های رادیویی دیگر که به زبان فارسی خارج از ایران برنامه پخش میکنن ندارن، اون علاقه و عشقی است که ما به ایران داریم و احساس مسئولیت بسیار بسیار قوی است که ما در خودمون همه همکاران من احساس میکنیم و اون وظیفه‌ای که ما باید بهترین ها، تازه ترین ها، معتبر ترین ها و موثق ترین ها رو در اختیار شنوندگان خودمون بگذاریم. بعدم در نظر بگیرید من در ایران متولد شدم، در ایران درس خوندم، زبان فارسی رو میدونم، ایرانی هستم، به خلق و خوی ایرانی آشنا هستم، زبان ایرانی رو میشناسم و میتونم to read between lines، یعنی اون چه رو که در بین دو سطر نوشته شده درک بکنم و از ناگفته های رهبران ایران خیلی از گفته ها رو ما درک میکنیم و این راز موفقیت خبری ماست. کادر خبری فنی شما یعنی این کاری که میکنیم باید به یک گروه 300-400 نفری نیاز است، ولی شما چنین افرادی رو تا اونجایی که من خودم در ارتباط هستم با شما و گاهی و همیشه گوش میکنم چنین نیرویی نداری. این نیرو رو این چند نفر باید از جان ماهی بگذارید. نه مسلماً اولا من یک دوستان و همکاران بسیار خوبی دارم، یعنی فقط منش امیر نیست و فقط خانم فرنوش رام نیست و فقط افراد دیگر نیست، ما یک گروه هستیم که با هارمونی، با همیاری و هماهنگی بسیار و تفاهم بسیار با هم کار میکنیم و وظیفمون رو انجام میدیم. اگه از نظر تعداد بخواید مسلماً تعداد ما از تمام رادیوهایی که به زبان فارسی خارج از ایران برنامه پخش میکنن کمتره، ولی فرق ما با اونها این است که ما کسی بر ما حکومت نمی کنه، کسی بر ما نظارت نمی کنه، کسی برای ما تعیین تکلیف نمی کنه، کسی برای ما سیاست گذاری نمی کنه. ما یک گروه ایرانی هستیم که ایران رو می شناسیم
و دوغ و دوشاب رو خیلی خوب از هم تشخیص میدیم و چون مرتب در جریان هستیم کارمون رو انجام میدیم. شاید این فرق ما با دیگران باشه، ولی تنها نیستیم، گروه نسبتا خوبی داریم و وفادارن و با ایمانن و ایمان به رسالتشون دارن. خیلی ممنون. پرسش دیگری که هست برمان میبخشایید، این شاید کلمه سانسور کلمه خوشایندی نیست نباشه. رادیو اسرائیل رادیوی آزادیست. سرزمین اسرائیل یکی از دموکراسی های خیلی خوب جهان رو داره و با توجه به آزادی و دموکراسی که در اسرائیل وجود داره و در رادیو شما هم در بسیار اوقات وجود داره، اما گهگاه من وقتی که به رادیو گوش میکنم میبینم که شما سخن به ویژه در برنامه ایرانیان صدای شما در صدای شما در صدای اسرائیل، شما سخن گوینده رو که از داخل ایران هم با شهامت و جسارت حرف میزنه قطع میکنید و خب اونها از بیان وقایع و حقایق تاریخی که اونها میخوان به از طریق شما به گوش دیگر هموطنان برسونن به نحوی جلو میگیرید تحت عنوان اینکه توهین نکنید. به عنوان مثال یک موردش رو عرض میکنم. حکومت دستگاه‌سران ایران حکومتی است انسان ستیز، جنایت پیشه و خوی درندگی و خوی ضد انسانی داره و نه تنها به اقلیت ها رحم نمی کنن که حتی به خودشون هم رحم نمی کنن. نمونه شما دیدید که از آدم های خود این رژیم، آدم های آقای پسر آقای محمدی گیلانی پسر خودش رو اعدام کرد، پسر آقای آیت الله طالقانی رو دستگیر کردن، یا پسر اون آقای دیگری بود اعدام شد، یا خود زاده رو که فرزند معنوی امام بود اعدام شد. اینها در حقیقت اونجا بیرحمی در اوج خودش حضور داره و وجود داره و ملموس است. بنابراین اگر که شما به حکومت اسلامی ایران عنوان جنایت پیشه اطلاق بکنید، یا اگر که به مسائل مذهبی برگرده و حقایق و وقایع مذهبی رو بگید، در واقع صفت به جای اسم، اسم به جای صفت بشینه، این اشکالی پیش نمیاره. اما شما تحت عنوان این که توهین نکنید سخن شنونده رو قطع میکنید، کسی که با شما تماس میگیره قطع میکنید و اجازه نمیدید که حرفش رو تا پایان بگید، در حالی که به یک دوز یا یک جنایت پیشه وقتی که جنایت پیشه بگید توهین نیستین، حرفش اینه. بله ببینید، ما باید تمرین دموکراسی بکنیم. حتما این بسیار بسیار مهمه و از نظر من دموکراسی مثل آب حیات، مثل هوا برای تنفس برای ملت ها مهمه. وقتی که دموکراسی باشه ملت ها به رفاه میرسن و حکومت ها از ماجراجویی و فتنه انگیزی دوری میکنن و صلح جهانی برقرار میشه و ملت ها به خواسته های خودشون میرسن. یکی از شرایط دموکراسی این است که من به تو احترام بذارم، تو به من احترام بذاری و من حرفم رو با تو با منطق و استدلال بیان بکنم. بنابراین اگر شما حکومت ایران رو میگویید دستار بند، من از این واژه خوشم نمیاد. به نظر من حکومت دینی ایرانه، میگم حجت الاسلام فلانی، آیت الله فلانی، سرلشکر پاسدار فلانی، دریابان پاسدار فلانی. ما عناوین و القاب افراد رو میگیم به خاطر اینکه اینها در رأس بعضی امورن و باید با احترام دربارشون صحبت کرد. حالا آیا اینکه اینها
جنایت پیشه هستند یا نیستند، این رو شنونده باید قضاوت کنه. من حاضر نیستم که از رادیوی ما به کسی توهین بشه، فحش داده بشه. شما اگر سندی برای جنایت کار بودن حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی دارید، ارائه بکنید و بگید که ایشون جنایت کرده. اگه بگید که ایشون جنایت پیش است، من قبول ندارم. این یکی. دوم این که من پیشه پسمند حرفه و کار هست. نه، ایشون حرفش این نیست. ممکنه حرفش صادرات پسته باشه، حرفش حکومت کردن باشه، حرفش ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه، ولی جنایت پیشه نیست. من این رو قبول ندارم. ایشان آیا در زندان اون گروه کثیری که اعدام شدن در زمان ریاست جمهوری ایشان مسئولیتی نداره؟ چرا؟ یا حکومت به عنوان رئیس زندان که این همه آدم رو اعدام کرد، یا اون دادستان انقلاب یا دادگاه انقلاب، اینا هیچ کدوم جنایت به حساب نمیومد؟ نه، اینا همش جنایته، ولی جنایت پیشگی نیست. ممکنه که آقای اسدالله لاجوردی رو شما بتونید لقب جنایت پیشه براش بگید، به خاطر ایشون حرفش این بود که توی زندان باشه و حرفش این بود که آدم بکشه. ولی به هر حال شنوندگان ما باید انتقاد خودشون، درد دل خودشون رو به صورت مستدل و بدون اینکه جنبه فحاشی داشته باشه و جنبه افترا داشته باشه بیان بکنن. مسئله مذهب هست. مذهب اسلام برای من عزیزه، مذهب یهود عزیزه، آیین بهائیت برای من عزیزه، دین کنفیسیوس برای من محترمه، همه برای من احترام دارن. هر فردی که خدا رو میپرسته و ایمان مذهبی داره من بهش احترام میذارم، مسلمان باشه یا مسیحی باشه یا یهودی باشه. به اسلام ما نمیذاریم که توهین بشه. اگر کسی از حکومت دینی در ایران دل خونی داره، نه به خاطر اسلامه، به خاطر افرادی است که آمدن اسلام رو وسیله قرار دادن و فحشش رو به اون رهبران حکومت دینی بدن و نه به اسلام که دین مبینه و برای رستگاری ملت ها آمده. این آخرین سوال این قسمت از گفتگو برای این هفته رو مطرح میکنم در حضورتون. شما در بین فرمایشاتتون و همچنین در رادیو چند بار عنوان، یعنی امروز عنوان کردی حکومت دینی ایران، بله، و در رادیو هم عنوان حکومت ایران رو حکومت دینی ایران عنوان میکنید. اما خود شما همینجا فرمودید که این آدم ها از، یعنی در واقع از دین سوء استفاده میکنن و اینها ربطی به دین نداره، پس این حکومت دینی نیست. دوم این که سوال اصلا این است که عنوان اصلی، عنوان حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران هست و این عنوان رو شما چرا تغییر میدین به حکومت دینی؟ به. در حالی که آیا شما با این وسیله میخواین اسلام رو مبرا بکنین که بگین اینا ربطی به حال اینا این حکومت اسلامی است؟ بله، ببینید، به همون نسبت که ما نمیگوییم حکومت یهودی فلان یا حکومت مسیحی فلان، این رو ما حکومت اسلامی نمیدونیم. اینها اسلام رو وسیله قرار دادن، اینها دین رو، دین اسلام رو شعار خودشون قرار دادن که به اسم اسلام بیاین و کارهایی بکنن. از نظر ما اینا حکومتی هستن که دین رو وسیله قرار دادن، حکومت اسلامی نیستن. من تصور میکنم که با اسلام و قوانین اسلام و شرع اسلام و آیین حضرت پیامبر اینها فاصله بسیار بسیار دارن. دین رو وسیله قرار دادن، حکومتی که دین رو وسیله. به هر حال از نظر من این حکومت اسلامی نیست، حکومت دینیه. حکومتی است که دین رو وسیله قرار. یک جهان سپاس. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، این ساعتی که روبروی من هست نتونستم ببینم که
چقدر وقت ما اینجا گرفتیم از برنامه این هفته، ولی با این همه با از شما پوزش میخوایم اگر که از 15 دقیقه بیشتر صحبت کردیم و گفتگو کردیم. در اینجا از شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده که دنباله این گفتگو رو پی میگیریم، روز و شب شما خوش. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، درود بر شما. من ستار لقایی برنامه ویژه ادبیات هنر شهر آفتاب رو براتون اجرا میکنم. همچنان که میدونید این برنامه اختصاص به ادبیات و هنر متعهد و مسئول معاصر داره و همچنان که در نخستین بخش از گفتگو با آقای منشأ امیر اینجا عرض کردم، اما این هفته ما به مسائل و معضلات ایران و مسائلی که در باره ایران مطرح است با جناب منشأ امیر که جورنالیستی صاحب نظر و صاحب رأی هستند به گفتگو نشستیم و دو بخش از این رو شما شنیدید و اکنون بخش سوم رو در خدمت ایشان پی می‌گیریم. جناب منشأ امیر، باز خوش آمدید به این برنامه. درود دوباره. گفتگوی ما در دو هفته گذشته بیشتر اختصاص داشت به مسائلی که درباره رادیو و پرسش‌هایی که درباره رادیو مطرح بود و شخص شما، و اکنون باز هم برمیگردیم به مسائل رادیو و اون این که وقت برنامه رادیو اسرائیل 1 ساعت و 45 دقیقه در طول روزهای هفته هست و روزهای جمعه و شنبه فقط 1 ساعت، یعنی در واقع شما روزی به 1 ساعت و به طور متوسط 1 ساعت و 10 دقیقه بیشتر برنامه به سوی ایران پخش نمی کنید. آیا تصور نمی کنید با توجه به مسائل ایران و با توجه به موقعیت و شرایطی که ما درش قرار داریم و مردم ایران تشنه شنیدن خبرهای صحیح و سانسور نشده هستند، این وقت کافی نیست و شاید بهتر باشه که اندکی اضافه بشه؟ به ویژه اینکه 2-3 تا ترانه هم وسط پخش میکنید، چند تا یادآوری رادیو هم اون تو دارید و آگهی های برنامه های بعدی هم گاهی میاد که این باز از وقتی که شنونده در اختیار میتونه داشته باشه میکاهد. آقای ستار لقای، قربون دهنتون، بیایید و رؤسای سازمان رادیو تلویزیون اسرائیل رو متقاعد بکنید که وقت ما رو اضافه بکنن، ولی مسلم میدونم که به شما جواب رد میدن. اونا میگن که ما بیشتر از این بودجه نداریم، بیشتر از این امکانات مالی نداریم، برید با پارلمان اسرائیل صحبت بکنید که اون مالیات سالیانه رو بالا ببرن که بودجه ما بیشتر بشه، بعد ما یه تیکه خیلی کوچیکیش رو در اختیار زبان فارسی هم خواهیم گذاشت. و هر کی میگه که زبان فارسی مهمه و این برنامه اهمیت داره و باید وقتش بیشتر بشه، بیاد بودجهش رو در اختیار ما بذاریم و ما این کار رو انجام خواهیم داد. مسئله بودجه است و رادیو تلویزیون اسرائیل به 12 زبان مختلف برنامه پخش میکنه که یکیش زبان فارسی هست. اونها اون اولویت و اون اهمیتی رو که شما بیان فرمودید درک نمیکنن یا قبولش ندارن و میگن بودجه ما همینه، بسازید و بدمید. بیرام نگار، من از شما خواهش میکنم حتما برای رادیو اسرائیل نامه بنویسید، بعدشون خواهش کنید که با پارلمان صحبت بکنن. ما که نمیتونیم بریم تو پارلمان، صحبت بکنن و بگن بودجه بخش فارسی رو قاطم اضافه بکنن، نه بخش های دیگه، فقط بخش فارسی رو اضافه بکنن، بخش های دیگه به ما ربطی نداره. ولی من در ضمن میتونم بهتون بگم که خیلی از زبان های دیگر رو وقتش رو کم کردن و مال ما رو نکردن، یعنی اونها به اهمیت زبان فارسی و برنامه ما آگاهی دارند.
منتها امکان مالیشو ندارن. اسرائیل یک کشور کوچک فقیره، ما نه ایالات متحده آمریکا هستیم و نه حکومت فخیمه انگلستان هستیم و نه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هستیم و حتی اون آلبانی کوچولو هم نیستیم. امکانات مالیمون محدود. البته آقای منشرمی خیلی شکست نفسی کرد. خواهش میکنم. از نظر کمیت ممکن هست که اسرائیل سرزمین کوچکی باشد، ولی از نظر کیفیت سرزمین بسیار بزرگی است و اندیشمندان فراوان داره، صاحب نظران فراوان داره. در زمینه تکنولوژی اسرائیل چیزی از اروپا کم نداره، در بسیاری از اوقات حتی در مورد مسائل پزشکی بسیار بسیار جلوتر از کشورهای پیشرفته اروپایی هم هستند. ولی سه چیزی رو ما نداریم، شما نگفتید. ما نه نفت عربستان سعودی رو داریم، نه آب فراوان ترکیه رو داریم و نه معادن مس و آهن ایران رو داریم و گاز ایران. بله، ولی مغزهای متفکری که بدونن چگونه در سرزمینی که از آشغالهاشون گاز تولید میکنن و مصرف میکنن حتما میدونن. خیلی مغزهاشون خیلی با ارزشتر از اون آهن و اون نفتی است که از دل زمین بیرون میاد. اون نفت تموم میشه و اون مغزها میمونه. سپاسگزارم. تشکر میکنم. عرضم حضورتون که مورد بعدی این بود که سهم ادبیات و هنر در رادیو اسرائیل چیزی است گهگاه نزدیک به صفر و کم، خیلی کم، و شاید چیزی نزدیک 3 تا 4% یا 5% برنامه های رادیو رو تشکیل بده. میدونم با توجه به وقتی که شما دارید باید اولویت ها رو در نظر گرفت، اما ادبیات فارسی به هر حال از غنای برخوردار هست و شعر فارسی، قصه فارسی، سینمای ایران در تبعید، تئاتر ایران در تبعید، همه اینها یه به نحوی کاری سیاسی است و اینها هم میتونه بخشی از و شنوندگان شما مطمئن هستم در داخل کشور دوست دارن که در این باره هم مطالبی بشنوند. این رو علتش رو اگر به ما ببرمید. بله، خدمتون عرض میکنم. این که ما تا به حال پخش نکردیم یکم درست نیست، به خاطر اینکه ما از نگردم پرسیدیم امروز بله. ریتش خیلی کم بله. شما در ببینید... برنامه ادبی داشتید بله ببینید ما سلسله گفتگوهایی با نادر نادرپور داشتیم، سلسله 4 سال 5 سال سلسله گفتگوهایی با آقای میرافتاوی داشتیم، با دکتر کریمی حکاک داشتیم، با دکتر عزت الله همایون فر داشتیم، برنامه داشتیم به نام صدای شاعر، برنامه داشتیم به اسم رنگین کمان شامل رویدادهای هنری فرهنگی ادبی ایران، اسرائیل، جهان، بررسی کتاب ها بود، خبر کتاب های جدید و همه اینا تحتیم. بله، ولی چه کنیم، آقای لقایی انقدر وقایع زیادی در ایران اتفاق میفته، انقدر وضع حساس در ایران، انقدر ما هر شب یه مقدار زیادی خبر می نویسیم. من تصور میکنم که هیچ رادیوی در دنیا به اندازه رادیو اسرائیل خبر پخش نمی کنه. یه بولتن خبری ما گاهی 45 دقیقه 50 دقیقه است. وقتی من به یه اسرائیلی میگم که بولتن خبری در اسرائیل 2 دقیقه است یا حد اکثر 3 دقیقه، میگه چه صبری دارن ایرونیا، انقدر مطالب سیاسی زیاده که متاسفیم. تازه ما 50 دقیقه هم خبر پخش میکنیم، یه مقدارش رو هم میریزیم توی سطر کاغذ باطله یا وارد سایت رادیو اسرائیل در اینترنت میکنیم بدون اینکه وقت داشته باشیم از خود رادیو اسرائیل پخش بکنیم. شرمنده ام، ولی مطالبی که جنبه فوری داره و حیاتی هست انقدر زیاده که وقتی برای اشعار باقی نمیمونه، ولی میپذیرم انتقاد شما رو و من ترتیبی خواهم داد که اون 0.5% که شما فرمودید شاید بکنیمش 1%. تا
تلاش کنیم کرد با کمال خبر یک کتاب البته خودش یک خبر سیاسی است. من و این رو خیلی جدی بگم، من برای تلاش فرهنگی و سیاسی ایرانیان برون مرزی اهمیت بسیار بسیار قائلم. وقتی که در برون مرز یک روزنامه در میاد، یک کتاب منتشر میشه، یک سیدی بیرون میدن، یک کار هنری عرضه میکنن، یک نمایشنامه رو روی صحنه میبرن، یک فیلمی رو درست میکنن، یک نمایشگاه نقاشی رو برقرار میکنن، یک مجسمه رو میسازن، من بسیار احترام میذارم. این رو باید ما انعکاس بدیم، اونها رو تشویق بکنیم و باید به ایرانی داخل ایران بگیم که ای برادر، برادر تو که رفته انگلستان یا آمریکا یا فرانسه یا آلمان، نرفته که لذت ببره و بی خیال باشه، رفته و به فکر وطنش هست و در راه ایران تلاش میکنه، فرهنگ ایران رو زنده نگه میداره، سعی میکنه که به تو دلگرمی بده. اینها همه بسیار مهمه، قبول دارم، ولی چه کنم که امکانات زمانی ما کافی نیست. امیدواریم که شنوندگان عزیز با بینندگان عزیز با نامه هایی که ما خواهیم نوشت وقت رادیو اسرائیل اضافه بشه که سهمی هم به ادبیات داره. امیدواریم. جاب منشمی، بیشتر من از بر اساس گفتگوهای تلفنی و تلفن‌هایی که میشه و به خصوص صدای شما در صدای اسرائیل و نیز پرسش‌هایی که افرادی که روی خط میان در برنامه گفتگوی گفتگوهای روز دوشنبه چنین استنباط کردم، استنباط میکنم که طیف وسیعی از شنوندگان شما گرایش دارن به سوی سلطنت و بسیاری افرادی که از صاحب نظرانی که دعوت میشن برای گفتگو با رادیو اسرائیل آدم هایی هستن که افرادی هستند، کارشناسان و صاحب نظرانی هستند که بیشتر به طرف سلطنت گرایش دارند یا به طرف حکومت سابق گرایش دارند. این انتخاب آیا دلیل خاصی داره یا اینکه نه، شما یک کسی رو بر سبیل تجربه‌ای که داره، دانشی که داره، اطلاعات و آگاهی‌هایی که داره مثل آقای گنجی دعوت میکنیم؟ بله، این پرسش شما دو قسمت داره، یک قسمت شنوندگان هستن و یک قسمت مصاحبه شنوندگان. شنوندگان رو ما کوچکترین دخالتی نمی کنیم، تلفن بازه، هر کس که روی خط میاد حرفش رو میزنه، خواه حزب اللهی باشه، خواه سلطنت طلب باشه، خواه جمهوری خواه باشه یا مجاهد باشه، ما اون رو هیچ کنترلی نداریم و نخواهیم داشت. هر کس که تونست شماره رو بگیره و وارد خط بشه حرفش رو میتونه بیان بکنه. اگر این احساس به وجود میاد که درصد بیشتری از اونهایی که خواهان حکومت مشروطه در ایران هستن روی خط میان، من کاملا با شما موافقم، ولی این جنبه اتفاقی داره و شاید اتفاقی نباشه، شاید نشون میده که واقعا اکثریت اونهایی که در ایران زندگی میکنن یا لااقل بیشترین افرادی که رادیو اسرائیل رو گوش میکنن به طیف مشروط خواه تعلق دارن و نه حزب الله یا جمهوری خواه یا دیگری، و یا شاید واقعا در ایران بسیاری از مردم تصور میکنن که بهترین حکومتی که میتونه ایران رو از وضع کنونی نجات بده حکومت پادشاهی مشروط است که پادشاهی سلطنت بکنه و ملت ایران و دموکراسی ایران حکومت رو اداره بکنه، همونطور که در سوئد هست، انگلستان هست یا جاهای دیگه. من ترجیح میدم که عقیده خودم رو نگم، به عقیده من مهم نیست، من باید کمال بی‌طرفی رو داشته باشم موقعی که پشت میز کارم میشینم. از نظر من آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، شاهزاده رضا پهلوی، آقای مسعود رجوی و دیگران همه باید در یک سطح باشن، نه دوستشون داشته باشم نه ازشون تنفر داشته باشم، که بتونم خبری که تنظیم میشه خبر موثق و قابل اعتماد و بی‌طرفانه باشه. در مورد مصاحبه شوندگان شاید شما حق دارید که بیشترین افرادی که
گزیده میشن برای پاسخگویی به مطالب، بیشترشون گرایش مشروط خواهی دارن. این رو هم من تأثیر ندارم، به خاطر اینکه اولا ما افراد رو نه بر حسب عقاید سیاسیشون بلکه بر حسب تخصصشون باشون گفتگو میکنیم. دکتر منوچهر گنجی رو من نه به خاطر اینکه ایشون سازمانی داشته یا هنوز داره باش گفتگو میکنم، به خاطر اینکه در بعضی مسائل ایشون تخصص داره، مثل حقوق بشر، مثل مبارزه با تروریسم، مثل نافرمانی ملی. یا دکتر رضا غفاری، ایشون تخصصشون اقتصاد، ما در اقتصاد با ایشون گفتگو میکنیم. یک بار با آقای دکتر خسرو اکمل صحبت کردیم در یک موردی که تخصص ایشون بود و ایشون تعلق سازمانی خودش رو بیان کرد در برنامه و من کلی با ایشون بعد از برنامه دعوا کردم، گفتم ما با شما نه به خاطر اینکه در سازمان معینی عضویت دارید گفتگو کردیم، بلکه به خاطر تخصصی که شما داشتید. این یک قسمت قضیه. قسمت دوم، با کمال شرمندگی، بعضی از سیاست پیشگان یا تحلیلگران سیاسی ایرانی که وابسته به طیف چپ هستن، هر بار بهشون مراجعه کردیم گفتن نه، ما با رادیو اسرائیل گفتگو نمی کنیم. گفتم چرا؟ این ما شرکت در رادیو اسرائیل که دلیل طرفداری از سیاست‌های دولت اسرائیلی آقای شارون نیست، به علاوه این برنامه زنده است، شما هر چی دلتون می‌خواهد بگوین. گفتن نه، ما با رادیو اسرائیل گفتگو نمی‌کنیم. اسم نمی‌برم، ولی بسیاری از دوستان چپ که بهشون ارادت دارم و بهشون پیشنهاد کردم که بیاید مهمان برنامه گفتگوی سیاسی هفته باشید، رد کردن. همینطور اونهایی که گرایش جمهوری خواهی دارن. ما خیلی خوشحال میشیم و سپاسگزار میشیم که افراد طیف چپ هم که سخنی برای گفتن دارن و تحلیلگرانی بی طرف هستن با ما تماس بگیرن، شماره تلفن بدن، ما باشون گفتگو میکنیم و مناسب باشه در برنامه شرکت خواهند کرد. با کمال یه تاسفه برای اینکه رادیو یه رسانه گروهی است و افراد و کسانی که دعوت میشن میان اونجا نظرات خودشون رو بیان میکنن و به ویژه اینکه همچنان شما خودتون چند بار تاکید کردید در برنامه گفتگو مستقیم سانسور نیست و هر کسی اعتقادات و عقاید خودش رو بیان میکنه. ما مثلا آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده رو چند بار ایشون مهمون برنامه ما بود، از آقای خاتمی دفاع کرد و بهشون امکان دادیم و صحبت کردن. بعد هم افرادی رو دعوت کردیم که با آقای خاتمی مخالفن، ایشون رو خائن به آرمانهای ملت ایران میدونن، اونها هم حرفشون رو بیان کردن. ما تلاش میکنیم، عرض کردم ما باید تمرین دموکراسی بکنیم. رادیو اسرائیل میکروفونی است که در اختیار تمام طیف‌ها با هر گونه عقاید سیاسی قرار خواهد گرفت. خیلی از شما پوزش میخوام، اما بیشتر بینندگان اکثرا میدونن که آقای نوری‌زاده حقیقتا به چیزی و به جایی و به کسی اعتقاد ندارند و بیشتر شاید خیلی پوزش میخوام از آقای نوری‌زاده که باشون سابقه آشنایی 35-6 ساله دارم، توی این مدت نشون دادن که هر از چنگاه یه بار هر کسی در رأس هرم قدرت بوده ایشون به اون سو رفتن و از ایشون دفاع کردن. و دفاع آقای نوری‌زاده از خاتمی یا دفاع هر کسی از آقای خاتمی با توجه به این که همه اسناد و مدارک و شواهد نشون میده که طی این مدت آقای خاتمی هیچ فرقی با سلف خودشون نداشتن و با افراد دیگری هم که در حکومت جمهوری اسلامی فعال هستن باز تفاوتی نداشتن، بلکه بی تردید آقای خاتمی اثرشان این بود که 6 سال دیگر
حکومت جمهوری اسلامی به درازا بکشه و در زمان آقای خاتمی بود که وزیر ارشاد بودن که بخش عظیمی از اندیشمندان و روشنفکران ایرانی در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی اعدام شدند و کارگزاران این حکومت و جلادان این حکومت با خون این اندیشمندان و بزرگ زنان و بزرگ مردان که نامشون برای همیشه تصور میکنم بر سینه مبارزات بر پیشانی مبارزات انسانی و ملی و وطن دوستانه ایران حق هست و ثبت هست با خون اینها وضو گرفتن. بله به هر حال تمام اینها، ولی ما به عنوان یک رادیو که میخواهیم که تمام طیف ها بیان بشه، این امکان رو به هر طیفی میدیم که بیان دیدگاه خودشون رو بیان بکنن، ملت ایران و شنونده رادیو اسرائیل قضاوت بکنه که دوغ کدومه، دوشاب کدومه. و همینطور که حتی به آقای نوریزاده امکان دادیم که از سیاست دولت اسرائیل در قبال فلسطینی ها انتقاد بکنه و حرفش رو بیان بکنه و جوابش رو هم دادیم. حالا این دیدگاه با اون دیدگاه شنونده میشنوه و قضاوت میکنه، اینطوری شنونده ایرانی رشد سیاسیش به مرحله بالاتر با پوزش از شما. وقت این هفته ما تمام شده، من در حضور آقای منشرمیر از شما خداحافظی میکنم و دنبال این گفتگو رو به هفته آینده با میگذاریم. روز شب شما خوش. سپاسگزارم. خواهش.